در حالی که مذاکرات صلح قطر متوقف شده، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که 20 ولایت این کشور صحنه درگیری سنی‌های تندروی طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. به گزارش شیوز، روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در بیش از 20 ولایت این کشور جریان داشته و به دو طرف تلفاتی وارد شده است. روز گذشته نیز محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز خبر داد که در حمله عناصر طالبان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی خان‌آباد 16 نفر جان باخته، 2 نفر مجروح و 2 نفر دیگر نیز به اسارت عناصر طالبان درآمدند. از سوی دیگر عبدالستار میرز کوال والی قندوز نیز از جان باختن 10 نیروی امنیتی در حمله طالبان خبر می‌دهد. شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوای و دند در قندهار نیز این درگیری‌ها را شاهد بودند. مجید آخونزاده، معاون شورای ولایتی هلمند در این باره گفت: عناصر طالبان جنگ را در حوزه 11 و 3 شروع کردند و جنگ به شدت جریان داشت. به همچنین خاطر نشان کرد که در ولایت هلمند بسیاری بخش‌ها و اکثر اراضی در کنترل سنی‌های تندروی طالبان است. از سوی دیگر بعد از ظهر جمعه نیز یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی منزل شهردار ولسوالی قورک قندهار منفجر شد، اما به گفته نیروهای امنیتی این انفجار تلفاتی نداشت.